از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، هم سالی عوض سالم، هم آتش زردوشم، هم سالی عوض کاریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم، ما هم کوی خاراییم. ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم. دیروز سالم سا دم در برم پویاند بر این دراهی، دیروز سالم سا بر ما نظر کن آره این زنگم راهی، دیروز سالم سا دستم بگیر و خوایم کن براهی، یا نابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه ها اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که اسم علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چیوه دار، جواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و ترغیب به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از برومن از سقوط هفت هزار سال، میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزارم. پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد، خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این
سه بجود راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. ما که همواره در نیکی بودیم و با نیکی بودیم و در نیکی زندگی کردیم و نیکی رو در جهان گسترش دادیم، دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، افتخار میکنیم. ما با تمامی این دستاوردهای انسانی آریایی خود افتخار میکنیم. هر چه داره بشریت کنونی ریشه‌شو از 7700 سال پیش در دولت ایلامیان پیدا میکنید تا به امروز بهش افتخار میکنیم. چرا نکنیم؟ بعد 1400 سال ما رو پابند کردن به یک دین صحراگرد خشن مرگبار شهید پرست. تو در سوگ بیگانه شیون مکن، چنین ناسپاسی به میهن مکن. به نابخردی جشن دشمن مگیر، ز ایرانیان نیست فطر و قدیر. سده جشن ما هست و چون مهرگان، دو صد جشن دیگر در این دودمان. تو را رهبران عرب را چه کار، نجف یا دمشق و حلب را چه کار. به کشور فراوان سپهدار هست، در ایران ما شاه بسیار هست. به سان خشایار و نوشیروان، هزاران هزارند نام‌آوران. چو کوروش، چو نادر، چو بهرام و گیو، گذاریم جای امامان و دیو. که اینان چو از نام ما خسته اند، به نابودی ما کمر بسته. هدف جز فروش وطن هیچ نیست، نگر کین همه آیت الله چیست. نسوزد بر اسلام دلهایشان، که در سر تجارت بود کارشان. بیا تا چو آهنگران خاک را، جهنم بسازیم ضحاک را. فریدون زره آوریم این زمان، که دزدی نماند در این باستان. زمان شد که لشکر ز خویش آوریم، ز ناپارسان سینه ها برداریم. زنیم آن چنان سر ز اشغالگر، که بر شانه یادی نماند ز سر. نژادی ندیدم همانند خویش، که بر دین دهد جان فرزند خویش. چنان خون مادر بریزد بسی، به تازی پرستی رسد هر کسی. به سر آنچه آمد ز ویرانگران، نشاید ز سر با گذشت زمان. نه هرگز فراموش خواهیم کرد، نه هرگز بداریم دست از نبرد. ولایت ز خورشید و شیر است و بس، که زین برتر اندیشه ناید ز کس. به دل گردهی مهر میهن کمی، به تاریخ هرگز نمیری دمی. ز 50 خط گفته شد شعر من، نگفتت زبانی به از این سخن. مرا نیست زین گفته خوشتر به یاد، چو ایران نباشد تن من مباد. این شهید پروری گندش در آمد، گند جهان رو گرفت. به ویژه این که اینها همه اعتراف میکنن خودشون، که چه اعتراف میکنن؟ اعتراف میکنن که خود خمینی برای اینها گفته و وصیت کرده که شهید هر موقع دکونتون داشت تعطیل میشد، هر موقع جمهوری اسلامی ولایت فقیه داشت تضعیف میشد، شهید بیافرینید، آفرینش شهید کنید تا برید بالا. از خودی بکشید، خیلی خوبه، شهید جایزه است. تا چه حدی بلاحت یک مردم که مرگ ننگین رو اینجوری شهادت بدونن، در راه وطن جان دادن شهادت، بله، در راه آزادی، در راه
بشریت و انسانیت و صلح و صفا جان دادن شهادته، اما بیان شما رو بکشن این بلغور، این چوک، شما رو بکشن که جایزه گرفتید. چه جایزه این بچه های مردم میکشید؟ این در رابطه با انفجار های سابقی که چند سال پیش در مشهد شده و بعد و بعد که اینا دیگه الان هم پیدا شده که کار خودشونه، یکی از پایوران نظام جمهوری اسلامی، از کسی که از اول تا الان در نظام جمهوری اسلامی صاحب منصب بوده، الان اگر اپوزیسیون هست به خاطر اینه که چون سیده سیدها بایستی اپوزیسیون رو فردارم تأمین و تضمین کنن، اعتراف خوبی کرد. مصطفی تاجزاده، حتما دیدید فیلمشو، در شبکه‌های مختلف پخش شده. مصطفی تاجزاده اعتراف میکنه که وقتی خاتمی رئیس جمهور بود و ایشون وزیر وزارت کشور بوده و معاونش و دستیارش و رفیقش و اینا، میگه اومدن آقا به ما گفتن که بیاین ما میخواییم بتل کنیم و چند جایی رو بکشیم، شهید خوبه لازم داریم. مثل جریان میگه پروژه‌ای که در مشهد اون سال انجام شده بوده میخواستن انجام بدن در زمان خاتمی، و الان هم این فرزند احمد و نوه خمینیش که اعتراف میکنه فکر نکنید، خیال نکنید که این گاف کرده، اعتراف میکنه، واضح میگه که کشتن خودی های ما در انفجارات چیه؟ انسجام و پایداری به نظامشون، به شهادت رسیدن. ولی این خون ثمرش ریشه امنیت رو در کشور ما بیشتر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسجام ملی رو بالا میبره. هرگاه دلمون میخواد در کشور امنیتمون بیشتر بشه، باید تلاش کنیم انسجام ملیمون بیشتر بشه. این خون ثمرش ریشه امنیت رو در کشور ما بیشتر میکنه. این خون ثمرش ریشه امنیت رو در کشور ما بیشتر. چرا این انفجارات میره توی سر خاک قاسم سلیمانی صورت میگیره، توی حرم امام رضا صورت میگیره؟ چرا؟ چون کسی نره دیگه بترسن، از طرفی هم شهید خیلی خوبه. چرا یک دونه از این انفجارها رو توی اربعین‌ها، تاسوعا، عاشورا، دهه فاطمیه، فاطمه هم که اینا خودشون شهید کردن الان مورد انتقاد خودشون قرار گرفته؟ چون فاطمه تا قبل از جمهوری اسلامی چیده میگفت کشته شده، شهید شده، اینا فاطمه هم شهید کردن که ابهت بیشتر بگیره، وگرنه تاریخی که مطالعه میکنید فاطمه هم با شوهرش درگیر میشه و شوهرش که کتکش میزده امام علی، و میره قرب میکنه، میره پیش باباش میره پیغمبر، باید رو مسجد میگه آتانسیان نمازه باشه. دختر من فاطمه رو کسی اذیت نکنه که اگه بکنه فرقیم، وگرنه میگن عمر لقد زد و پهلوش و محسن. علی که در خیبر رو میکنه، آدم ها رو از وسط دوتا میکنه با شمشیر و با دست، اسمش میزن حی در، یعنی آدم زنده رو میدره پاره میکنه. این علی زنشو بیاد یارو لگد بزنه فلان بکنه هیچ کار نکنه؟ خب دروغ همه اینها. خب چرا توی یک فاطمیه، چرا توی یک جای دیگه اینها نمیرن بمب بذارن خودی بکشن؟ تو دعای مردم. و بعد پس مهربان یاران بایستی همیشه این رو بدونید که این بازی ها رو شما باید رسوا کنید. ننه بابای خود تو باید روشن کنی. قهرمانان ما رو همه رو تو این چه جنگ پنهان ارتش شاهنشاهیان با سپاه پاسداران، چون بسیاری از شما از من، بسیاری که نه دو نفر از من پرسیدن سیاوش اوستایی ارتش شاهنشاهی، که میگه خب کجاست چرا نمیبینیمش؟ چشاتو واکن تا ببینی از ابتدای تهاجم تازیان، یعنی جنگ ایران و عراق، حمله بعثی ها به ایران، اگر این ارتش شاهنشاهی نبود همه معادلات جهانی میگفت که ایران نابود میشه، سرنگون میشه. اصلا پروژه‌ای رو خود ایرانی ها دادن به صدام حسین، خود ایرانی ها گفتن ارتش نابوده فلان فلان،
کودتای علکی درست کردن، خلبانا ورزیده ها، عمرای ارتش که اول اعدام کردن، گفتن ارتش چیزی نمونده. ولی اون ارتش شاهنشاهی چون ریشه هزاران ساله داشت در ایران، تونست همین پابرهنه ها رو، بچه های جوول ها رو بسازه ببره تو جبهه. به همین خاطر از روز اول ما دو تیپ سپاهی و دو تیپ ارتشی و دو تیپ نیروهای انتظامی داشتیم. یکی اونهایی بودن که توسط ارتش شاهنشاهی ایران آموزش پیدا کرده بودن و اینها تونستند با اون فرهنگ ارتش شاهنشاهی برن با صدام حسین بجنگن، پیروز بشن. یک عده دیگه بودن که اینها توسط نیروهای مارکسیست های اسلامی، تروریست های اسلامی و حتی مارکسیست های غیر اسلامی، خود مارکسیست ها این آموزش پیدا کرده بودن. این دیگه سازمان های چریکی مریکی و تشکیلاتی مارکسیست اسلامی که هر کدوم شما بخواین اسم بیارین، هر کدوم رو که در زمان شاه اینا مبارزه مسلحانه میکردن، همه اینا بلا استثناء از اتحاد جماهیر شوروی تغذیه می شدن و در نزد فلسطینیان و در نزد عراق صدام حسین آموزش می دیدن. همین اونجا آموزش می دیدن. هر نهضت، حرکت، گروهی رو هر چی می خواهی اسم شو بذار، اینا نوکرهای صدام حسین بودن. از همه مهمتر، غیر از اون نیروهای مقتدر و قویی که میشناسید با عنوان مارکسیست اسلامی و فدایی خلق و اینها، یک گروهکای کوچولو موچولو هم بودن مثل منصورون. منصورون رو من تا حالا بارها گفتم که شمخانی، محسن رضایی از رؤسای این تشکیلات بودن و افراد دیگه شون الان در پست‌های بالای سپاه پاسداران حضور دارن. اسماشون و عکساشون و اینا من برشون منتشر کردم، برید ببینید منصورون کی بودن. برای تجزیه خوزستان توسط صدام حسین اینها ساخته شدن، زمان پادشاه دستگیر شدن، یکیشون دوتاشون اعدام شد، بقیه مثل علی شمخانی و محسن رضایی و اینها توبه کردن، زنده موندن، بعد انقلاب به صدام حسین خدمت کردن، تو جنگ ایران و عراق به صدام حسین خدمت کردن، تا الان هم اینا موندن، تا الان هم اینا رو باد نگزیده. لشکر اون حمله چیز امام حسین و حسین و کربلا 6000 نفر توش کشته شدن و نیروهای بسیاری در مراحل مختلفی عملیاتشون لو داده شد، لو سپاه پاسداران اون موقع دست محسن رضایی بود، شمخانی رفیقش بود. اینها تا همین الان هر کاری میکنن، هر حرفی میزنن ضد ایران و در راه و خدمت بعثیاست و اینها ترور رو، چون گروه های تروریستی بودن، تا الان هم نیروهای نظامی تروریستی اینان که پروژه میدن فلانجا منفجر بشه، فلانجا بکشیم. وقتی که قطرهای تظاهرات ایران پیش اومد سرکوب میکردن، این صادری وکیل مجلس خودشون بود، اومد گفت شمخانی، گفت ما میکشیم. شمخانی رئیس شورای امنیت ملی بود، الان هم که کنار گذاشتنش که هنوز تاره نکشتنش، چون بعض وقتی این رو تا میزنن کنار، اگر ارتشی باشه، قهرمان جنگ ارتشی باشه، مثل سیاد شیرازی، مثل فلاحی، مثل بهرام افضلی، اینا رو من بهتون توضیح دادم بهرام افضلی چجور کشتنش از قهرمانان، توضیح دادم بهتون، برنامه پیشین رو بایستی ببینید، بعد تکرار نمی کنم. خب این رهبران ارتش شاهنشاهی اینها بودن. بعد از این که محبوبیت پیدا میکردن در میان مردم، با توطئه های صدام حسینی پنهان توسط گروه ها، حالا معاودین و حزب دعوت اسلامی و شاهرودین آخوند، اینا که بعدن اومدن بسید نقدی ها، اینا بعدن، از قبل انقلاب اینها تیم های بودن که همشون بعثی بودن و توسط صدام حسین و اومدن و هر کی شکوفا شد زدن کشتنش از ارتشی ها و اصلا نداشتن جای اسم ارتش بیاد. ارتش همه قهرمانی ها رو در جنگ آفرید. پاسداری که از پیش ننش قهر کرده بود، رفته بود پاسدار کمیتیشی و بسیجی اینا شده بود که ارتش آموزش داد، اون که کاری اون که چیزی بلد نبود. اونا هم که سربازی رفته بودن، اومدن رفتن تو سپاه، اینا سربازی زمان شاه را آموزش گرفته بودن. ارتش شاهنشاهی اینه. حالا این ارتش شاهنشاهی مقتدر و قوی هست
این خاطرتون جمع باشه، به زودی خواهید دید که شاهکار بزرگی خواهید آفرید. الان اگر اقدام سریع نمیشه، میدونید چرا؟ من بهتون گفتم بارها، بازم میگم، برای اینکه الان خر علینه شدن، استهمال شدن، مجذوب ولایت فقیه و فاطمه علی محمد حسن حسین شدن چند میلیون نفرن در ایران، داری که شک نباید بکنیم که همه که مثل من و شما فکر نمی کنن. توده های بسیاری داریم، میلیونی 8-9 میلیون داریم که اینا جدا از اینکه حقوق میگیرن و پلان و از بنیاد شهر، این اصلا معتقدن به یک چرندیات اسلام. خب اینها یا باید همه شون رو کشت، خود رژیم که داره میکشه تو انفجاراتش، و یا این که بایستی از اینا لاقل گذشت. برای اینکه این نسل نو و جوانی که مده پدر مادر خودش کافره، پدر مادر خودش به خاطر حفظ جان بچه ها هیچ کدوم مسلمون نبوده و نیست، بابا ننه تو مسلمون نبوده و نیست، او که علکی میرفت نماز میخوند، هم به قول الله میکرد، برای سلامتی تو بچه بود عزیزم، برای سلامتی تو بود، برای حفاظت تو بود، برای امنیت تو بود، که نمیخواست تو یاد بگیری مثل کیان پیرفرق بری تو مدرسه بگی بعد نشون بگیرن تو ماشین بزننت. این خانواده ها اینجور بودن. الان بچه میگه مادر جان من نمیخوام، بابا من نمیخوام تو مصلحت اندیشی کنی، مصلحت اندیشی اینا میگفتن تقیه، میگه نمیخوام اونو بکنی، بیاین رو در رو ما با دشمن در جنگیم، بیاید بجنگید. الان همون شده. حالا این طیف وسیعی که نامسلمان هستند و معترف هستند و شجاعانه در برابر اینا وایستادن، در برابر یه طیف خرمقدسی که اینا رو یا باید آدم بشن، نسل نو و جوان، حتی پیرزن و پیرمردشون، که میتونید با صحبت، با بحث، با داعیان رو میشناسین، داعیان حسن صباح، اون زمان که نه اینترنت بود، نه تلفن بود، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، اون موقع جهان اسلام رو بر علیه تازیان حاکم شورش آفرید، شوراند، خودش باطنیین در ایران، سمرقند و از بغداد تا سمرقند و بخارا و اینها نیروهای شورشی را آفرید، و از اون طرف در شمال آفریقا فاطمیین را آفرید. فاطمیین بر علیه تازیان حاکم قدرت نبود، بعد یک درجه بندی بود، چون از آیین میترا که فراماسونری هم از آیین میترا یاد گرفته، مراحل چندگانه رو، هفتگانه رو که از کوچک کلاق شروع میشه میاد بالا، اون حسن صباح هم این کار رو اعمال کرد و داعیان رو میفرستد این ور ور دنیا که مردم روشن کنن. شما باید همتون داعی بشین، داعی یعنی دعوت کنید به خرد، پیام آور خرد باشید. عمه خاله بیبی همه همسایه اینا نبود، هیچ کشکول دستشون میگرفتن در رو بیشه ما میرفتن، تشکیلات بود او کشکولی که دستش میگرفت میرفت میخوند و اینا، با شعر آدم عوض میکرد، با سخن آدم عوض میکرد. مولوی که جهانیست میشناسنش به عنوان رومی، تا 40 سالگی در شهر قونیه ترکیه کنیا قاضی تازیان بود، حکم صادر میکرد، اعدام میکرد، میکشت، با رژیم کار میکرد. از مغول وقتی که حمله کرد به ایران، از مغول پشتیبانی کرد رومی. اما در 40 سالگی داعی میاد، پیام آور خرد میاد، شمس تبریزی میاد، باش برخورد میکنه، روشنش میکنه، کاری که سالهاست پیام آوران خرد انجام دادن در این 40 سال اخیر. پیام آوران خرد جان در این راه بنهادند در این 50 سال اخیر، در این 100 سال اخیر، و تحول فکری آفریدند، و این تحول فکری به اینجا رسیده که امروز دختران ما و بچه های خردسال ما از این پیرپاتالای ما بهتر و بیشتر میفهمند و شجاعانه در میدان هستند. در میدان بودنش بسیار مهمه، و کشورهای اسلامی روز به روز دارن خودشون، اونها آگاه میشن، روشن میشن، دولت ها بهشون امکان میدن که بتونن راه رو باز کنن. شما ببینید در ترکیه چندی پیش من یه فیلم به شما نشون دادم که خانم یک آخوندی رو در بحث آزاد مسخره میکنه، میگه مردی که این مزخرفات چیه تو داری میگه که تو قرآن هست، یا یه قرآن میادم به بکش و فلان فلان، یا رو بور کرد آخونده رفت به درک واصل شد. حالا این یک آغاز توی ترکیه میگه آقا تو میگه یه خورما بخور مال مکه باشه، بعد روش سم بخور،
روش شاش شطور بخور، هیچ خرد نمیشه، بیا بگی بخور. میذاره رو میز. تلویزیون ترکیه است، ترکیه هم خیلی میگن متاسفن فرنا، ولی ببین روشنگری تا کجا رسیده. وقت تو که تمدن بشریت را آفریدی در کجا هستیم؟ بو داوود geçiyor. Kim sabahleyin 7 tane acve hurması yerse onu da getirdim. Buyurun. Acve hurması. Evet. Evet. Yani ben yerim zevkle. Size de tavsiye ederim Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın bu hurmayı yiyene sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirin. Buyurun burada duruyor. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak bir ihanet değil mi? Bunun işte kütübüsü de duruyor. Buyur işte hurma, işte zehir. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son derece sahih bir ve hadis. Şifadır. Ve şifadır. Buyurun, ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa, bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi, bu sahih. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın, hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Buyurun tavsiye edin için. دقیقاً مثل همین شما در عربستان سعودی دارید. عربستان سعودی پایگاه و نگهبان اماکن مقدسه اسلام از وقتی که آقای محمد بن سلمان اومده، ریشه ایرانی داره، مادرش ایرانی است، مال قبیله ارجمان. من بارها گفتم 14 15 16 سالش بود، پدرش در پاریس بود، اون موقع تلویزیون العربیه رو میخواستن افتتاح بکنن، چون تلویزیون العربیه رو برای افتتاحش باباش اومد اینجا اون سالا، و ما هم دفتر شانزلیزه ما تنها جایی بود که شما میتونستی فکس روان کنی. تکنولوژی داشتیم ما اونجا توی شانزلیزه، اولین بودیم. الان دیگه تو خیابون شانزلیزه را میری اینترنت مجانی شهردار گذاشته و غیره. الان ما تنها بودیم همه جا، هر کی اومد یه کاری داشت اومد پیشم. حتی یه بار نوای مارشال منش اومد اونجا، دید عکس مارشال منش با عمر شریف اونجاست، گفت این دایی منه، عموی من. گفتم کی عمر شریف؟ گفت نه این بغلش. گفتم مارشال منش؟ گفت آره. کدوم رفیق منه که مارشال منش؟ چطور من تو رو نمیشناسم؟ آخه خانم مارشال منش ژاپنیه. بعد میکو پاتریسیا، درود دارم بهش، خیلی زن با شرفیه، خیلی. یکی از محاسن زندگی مارشال منش اینه که زن خیلی خوبی داره. حالا خیلی هم میومدن اونجا پیش ما میرفتن و اینا. از جمعه یه روز این بچه خوشگلی تو پلی اومد و فاکس داشت بفرسته و اینا. بعد من قیافش گفتم تو کویتی هستی؟ گفت آره. با حرف زدن نگفت مثلا من کویتی نیستم. ما با این رفیق شدیم و هر من و بچه که میمیان دفتر شانزلیزه تو این سالا دیدن من و ما کارمون ارشاد بوده. ارشاد اسم نشریه ما بود قبل اینکه اینا وزارت ارشاد داشته باشن. ما ارشاد خرد، ارشاد آریایی، ارشاد ایرانی، ایران گرایی نشریه‌مون بوده، چالان منتشر میشه در فرانسه. ما شروع کردیم با بچه صحبت کردن، اینقدر خوشش میومد، هر روز میومد پیش ما، هر روز. و بعد روز آخر که میخواست بری گفت من کویتی نیستم، من سعودی هم. گفت اما بعد مال قبیله عجمان هم. بابا اومده بود این رفت 20 سال بعد شد ولی عهد. این بچه یک کیان پیر فلک بود. کیان اگه من و تو رو با تلویزیون میدیده اون حضوری دید، صحبت ها آیه قرآن، قرآن رو با کردیم براش خوندیم، گفتیم زیر خاک عربستان سعودی تمدن ایلامیان 7700 ساله چیز دیگران امریکایی به ماهواره فرستادن فیلم گرفتن. خب این از وقتی که اومد اول اینکه گردن همه رو زد و بعدم الان داره کارایی میکنه که، ولی شوربختان همین که با ایران متحد شدن این یه خطری بود و هست، این خطریست. ولی شما بینید عربستان چیکار کرده؟ ایرونی که میره اونجا دیگه اون ایرونی سابق نیست که میره بهش تجاوز میکردن فلان میکردن که بچه ها رو وقتی که صلح کرده الان با ایرانی برخوردشون با ایرون فرق کرده. زرتشت زر یعنی ذهب، ور یعنی ذهب، تشت
لو كاسرول نغسل سيابيه وهذا الظرف زرينة مذهبة ذهبية كالشمس. في نفس الوقت سألته إذا الناس غيروا رجعوا إلى دينهم الأول لأن من خوف، أنا كنت يهودي بخوف قلت أنا مسلم. وفي إيران في كتب كتبوا هيك، كتبوا آلاف صفحة كتب يهوديين إيران خصوصا من مشهد لكي يقدر أن يعيش في البلد، قالوا نحن مسلم. أنا عندي جوزيف بقول أنا عندي عبد الله، هذا كتبوا كتب موجود. فلذلك من خوف زرتشتي قال أنا مسلم، لأن إذا ما كنت مسلما كما يعملون الداعش اليوم. فلذلك سألت سيد منتظري أنا، وهو قال كل الذي يعتقد بالدين ودين أهل الكتاب عندهم كتاب مقبول لدينا. لكن مش هذا النظر، هذا الفكرة كان عند منتظري وبعض الآخرين، لكن مش أكثر الرجال. شهر نومو که ساخته، من 7-8 سال پیش به شما گفتم سوفیا رو اولین زن ربات رو خریده، پاسپورت سعودی بهش داده، اونو دارن کجا میرن؟ ما رو کجا گیر انداختن در دست این تازیان پلید اهریمنی اهریمن صفت. عربستان برای ما سفر خیلی ویژه و خاصی بود، چون راجع بهش تو ذهنمون یه عالمه کنجکاوی بود که میخواستیم به چشم خودمون پاسخش رو ببینیم. اینکه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگسازی گسترده و تلاش برای ما بایستی بیایم میلیاردها دلار پولمون به هدر بره، یعنی یا بدیم به پابرهنه‌های جهان و یا بدیم به فلسطینی‌های مفخور که هم میدونید که غزه رو که زد اسرائیل، وسط شهرشون، میدون شهرشون تندیسه، صدام حسین بود و هست، پولای شما رو میگیرن. ولی همون کسی که ایران رو نابود کرد 8 سال جنگ بوتشون بود، بدبختا صدام حسین. عکس تو خامنه‌ای چلغوز گذاشتن، خمینی گجستک رو گذاشتن یک یاد. ولی شما برید در اورشلیم، برید در شهرهای تل‌آویو و بزرگ و پر جمعیت اسرائیل، شما خیابان داری به نام کوروش، خیابان داری به نام تهران، خیابان دارید اونجا. اونی که صبح تا شب اینا فوش میده دعوای علی خامنه‌ای با اسرائیل، دعوای پسر عموهاشه، یعنی با بنی هاشم که قدرت و درگیری و فلان کردن، که نمیخواد بگه بنی هاشم با بنی امیه درگیر بودن، ولی دشمنی دوتاشون داشتن از دیرباز با یهود. برای همینه که همش آدرس هم عوضی دادن و میدن. صدام حسین تندیسش در غزه و در اسرائیل خیابان‌های فلسطینی نه، و در اسرائیل خیابان‌ها به نام شخصیت‌های ایرانی و افراد بسیار بالا در مقام‌های بالا از تبار ایرانی. آدرس عوضی دادن به ما 40 سال اینا. حالا جدا از پولایی که دادن به این فلسطینی ها که تونل ساختن که بخوان دوتا ترقه در بکنن، جدا از این که پولای ما رو دادن در آفریقا و اینا که آدم های گشنگیده بنده خدا بگن ما شیعه هستیم که بلد نیستن اسم ائمه اینا رو تلفظ بکنن. آقا اینا برای این که آمریکا و کشورهای دیگه در برابر اینها سکوت بکنه، زیرکی پشتیبانی بکنه، وینا میلیاردها دلار پولهای ما رو که از زمان شاه اینا بالا کشیدن، اینا نرفتن بگیرن، ادعا بکنن بگیرن. فقط یه قلم
امریکا 900 گوش کن 975 میلیارد دلار به ایران بدهکاره. در پی صحبت های هفته های گذشته من، خوب گوش کنید، هفته های گذشته چی گفتم بهتون، رقم های بالا رو بهتون دادم، گفتم همه کشورها از پاکستان و عراق گرفته بود نمیدونم چه کرا و چه و چه میلیارد ها به ایران بدهکارن. رقم آمریکاش 975 میلیارد دلار خود رژیم اعلام کرده. حالا این کشورهای دیگه عربی و مثل قطر و مثل چین و مثل روسیه و اینها میلیارد میلیارد، یعنی مجموعه این میلیارد هایی که به ایران بدهکارن، پولای ایران رو بالا کشیدن. اصلا شما 975 میلیارد دلار آمریکا شما در نظر بگیر، یارو توی اروپا 1.5 میلیارد پول داره، میگن اولین ثروتمند فرانسه است. اون یکی دیگه 2 میلیارد داره، میگن بزرگترین ثروتمند جهانه. آقا یه قلم 975 میلیارد ما، شما میدونید این بدهی ها رو اگر جمهوری پلید اسلامی یک دیپلماسی با دوستان مروت با دشمنان مدارا رو لاغر دنبال می‌کرد. حتما خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لعنیز کاری مروفت، لعنیز کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، لعنیز کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، تا بشه خورشید و سنگه با دوباران را چشان شهریاران بود و خاک مهربان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریاران را چشاد، وای چشاد، صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندریمان را چه حال افتاد، هزاران را چه شد،
اندلیبان را چه حال افتاد، هزاران را چه شد چه شد. واقعا صدای گرفتیم، آفرین. و خیلی واقعا همونطور که خودت هم اشاره کردی، جان یاران گرامی، بایستی بصیرت داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، دشمن را بشناسیم. دشمن ما امروز تازیان حاکم بر ایران عقب افتاده ترین از خود تازیان دیگر کشورهای عربی هستند که روز به روز بر فلاکت و بدبختی نسل نو دارن اضافه میکنن، میافزاین و نسل کشی میکنن. شکنجه، آزار، اذیت و شما مردم بی غیرت. نیروهای ارتش شاهنشاهی بایستی بیان توی میدون، بایستی بیان توی میدون و نبایستی ما به فکر این باشیم که آیا الان چه تعداد میخوان از این جهان برن. پشه ها رو بایستی زد، پشه نبایستی باشه که بره توی دماغ انسان آریایی. انسان آریایی بایستی دلاوری، دلیری، سلحشوری، کاوی آهنگر بودن رو، بابک خرمدین بودن رو یاد بگیره از بچه ها، از بچه های خردسال، تا ایران رو نجات بدیم. اگر ایران رو نجات ندیم، مهربان یاران، با پیوندی که اینها با این بریکس و عربستان سعودی کردن، میدونید عربستان سعودی الان در سطح جهان خیلی قوی است عزیزان من. اول سخن رو در جهان پول میگه، پول، پول، دلار، دلار رو آمریکا چاپ میکنه، اما به کی میفروشه؟ به عربستان سعودی و کشوری عربی. الان جمهوری اسلامی که با عربستان ساخته برای تو خطرناکه، برای فردای ایران خطرناکه. هر رهبر بنجل و رئیس جمهور و قائم مقامی و بلال به قالب ملت ایران میکنن، سرکوب میکنن، کسی هم نخواهد آمد به نجات تو، الا اینکه تو بایستی در این اندیشه باشی که با سرفرازی بگی من نامسلمانم، دیگه مسلمان نیستم و این مرده زنده های تازی به من هیچ ربطی نداره، پدر بزرگ مادر بزرگ های خامنه ای خمینی خاتمی به من هیچ ربطی نداره، و سربلند زندگی کنید حتی اگر در سانسور هستید. مثل اکبر گلپا 44 سال در سانسور بود، 44 سال مغز در گلوش بود. اکبر گلپا، همه اکبر گلپان در ایران در سکوت و سانسور، ولی مرد بود تا آخرین نفس، دلیر بود، عیار بود تا آخرین نفس، سلحشورانه وایساد، باید از نزدیک می دیدینش تا آخرین لحظه. رستم، بدن سفت قوی، چهره، گام نهادن، قیافه، لباس پوشیدن شیک، ایرانی، آریایی، شیک پوشی بخشی از ایرانی بودن و آریایی بودن هست عزیزان من. سنگ آرامگاهش هم زیبا گذاشته شد، گلپا فقط و عشق، فقط اسمش و واژه عشق که همواره در این ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنم، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونا که بد بودن با من. من نمیدونم چه خصوصیت، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم. اگر اونا بدی کنم، بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ من از سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم مثل پسر آقای عبستا که الان میرخصه با اون قشنگی. من هم کنیم صدا ما خودم که حس میکنم صدا دارم، یکی شو بیاریم این بد خونده یا واقعا
یه شعر عربی خوندم؟ نه غلط نیستم، من ایرانیم. بله باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید ما لخت اومدیم به دنیا با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه. اصلا چرا بده بکنیم که این وسط یه فاصله ای به ما رو زمین مهره بشیم که یه عده دیگه قلمدو شما باشن از نام ما استفاده کنن؟ نه من هیچ وقت و این من به شما قول میدم یه در دوستان ما اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره، هر کی راه خودشو میره. فقط عشق، محبت، دوستی. تو در کلبه نه 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 نه
فدای خیش، رنج ها رنج هایی کشیدم که مپرسم مانا. به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام که به همه شما یک بار دیگه شاد باش بگم، این سال رو داره پیش میره و امیدوارم که سال نکویی باشه برای ملت ایران. تاکنون نکو بوده، ما تاکنون خرسندیم، یعنی رشد خردگرایی و آگاهی در ایران میبره ما رو به سوی آزادی. این آگاهی ملت ایران، این سلحشوری ملت ایران، این پیروزی ملت ایران، این کلاه فرهر بر سر نسل آریایی در حکمتان شما را دیدم هزاران هزار. امسالم میرید، هر سال میرید، همه صدها رو میشکنید و سرزمین آریایی رو میبرید بالا. چرا سرزمین آریایی ما و شخصیت های بزرگ ما گمنام باشن و قاتلین ما، تازیانی که اومدن ما رو سرکوب کردن، کشتن، از خمینی بگیرید تا همه ائمه و امامزاده ها گنبد بارگاه برشون زدید. این یک شخصیت ایرانیست که این گونه گمنام افتاده در کشور برادرمون افغانستان. حالا خوب امیرم برم بعدا خرم از برادرم مهندس امیر شجره در کل این تلویزیون سپاسگزارم. دستان گرم همه شما میفشارم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. افتخار کردم به دوستی با پرویز سعید عزیزم و کاری که کرده و میکنه و ادامه میده در این زمینه. چه کسان بسیاری رو امروز اگر جلو دوربین هستن، روی صحنه هستن، من افتخار نداشتم ولی اونا شاگردش بودن. به من قول داده بارها، سالهاست که با هم یک نمایشنامه بازی میکنه، از ما رو بازی نداده خلاص. تا ببینیم که آقای با این تعریف ها ما حتما به شما میدیم. ما به شما نقش اینولا رو پیشنهاد کردیم. برمیسیم که نه نگفتیم به من گفتم نه من نگفتم من حاضرم یا اینولا رو بازی کنم. من اونم مشهدی بود دوستان، همه شاهد باشین قبول کردم. آره آقای دکتر فراموش کردید که با کلی سینما رکس اما خواستم به همین برسن. شیخ علی تهرانی اجازه بدید اول به بنده جسارتا عرض کنم که ما اومدیم اینجا که شما از خودتون برای ما بگین، از کاری که در پاریس میکنید. و سوال اصلی بنده اینه که چرا تا بار شهردار پاریس نشدید؟ شما با این همه فعالیت که وجود بودید، شما باید اینجا دوستان ما رو که در خدمت فرفرشون ارادت داریم هم دیگری میشناسیم. البته خیلی خیلی ممنونم از لطفتون، ولی انتظار دوستان اینه که شما از خودتون بیشتر بگید به ما و ما اومدیم اینجا از شما بشنویم و راجع به کتاب جدیدتون به خصوص به ما بگید. و خیلی سپاسگزارم از اینکه فرنده دوست دارید. خود زورخونه میخواد داره بایستی رخصت بگیره. مسعود جان نه توفیقی از بزرگان از اساتید بایستی رخصت بگیره. آقای شرفشون ها دادگن فرصت تا ما بریم شروع کنیم. حالا این فرصت رو مهمانیار پرویز سیاد به من داد بر دیگه بس بایستی شروع میکنیم. سپاسگزارم از اینکه آقای عبستان اینجا هستن و محفل ما رو بشی بار جدیدی دادن. از همه دوستانی که اینجا تشریف دارن، آقای دکتر محمود رضاییان، آقای دکتر حسن رحمتی، از این عیاری است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد. برای همینی که راه نوینی را گشود در تاریخ سینمای ما، راه عیاران و جوان مردان. این دوباره باید سیزندش که داری خدید برمان تو برم. خیلی خیلی متشکرم. من تو هم در تنهنه تمام عمرت و فعالیت و سرمند و همه تو کار سینما و تاعت گذاشتیم. میدونم که چقدر دلت میسوزه واقعا در این ماجره که اتفاق افتاده. ولی خب چاره چیه دیگه، همه یکی پس از دیگری آمدن و رفتن و بعد. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.